نام خدا. بیننده های عزیز سلام بر شما. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی از حکومت می خواهد تا مقرره مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها را هرچه زودتر آماده سازد. در آغاز توجه بکنین به گزارش. تیر شپاره سکلونو که په افغان خبریالانو تر ټولو خونړی برید په دې برید کې نه خبریالان ووژل شول او شپږ نوټه پیان شول. د وزیرانو شورا غونډه کې اجرایی رئیس د برید غندنه کړې او له امنیتي ځواکونو غواړي چې د خلکو امنیت ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. یک جنایت علیه همه مردم افغانستان و خصوصا خانواده رسانه‌ای و ژورنالیست‌ها بود و همونطوری که همیشه گفتیم تروریست‌ها دشمنان همه مردم افغانستان هستند. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د اج د برید وحشیانه او د بشریت ضد بولي او وایي د رسنیو کارکوونکي ځکه ادب ګرځول کیږي چې د وسلوالو یاغیانو لخوا د رسنیو اطلاعاتي فضا ترلاسه شي. هدف قرار دادن خبرنگارا جز بستی جنگی طالبا امسال است که خب گرچه گروه داعش مسئولیت گرفت که ما این حمله را انجام دادیم و ما مسئولیت میگیریم، مگر چی تفاوت بین گروه داعش و طالب وجود دارد؟ تر دې پیښې وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره غونډه وکړه. غونډه کې د خبریالانو په امنیت ساتنې او د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو په رسولو بحث شوی دی. پس از حادثه یک تیم مشترک تحقیقات خود آغاز کرده، پیشرفتهایی هم داره. متاسفانه زیر پوشش خبرنگار ولی در این ساحه داخل شده و از هم یکی دو کمربندی را که برای ای که حفاظت کنه خبرنگارا را ایجاد شده بود عبور کرده، اما متاسفانه کمربندی که نزدیک به خبرنگارا بود اینجا حمله میکنه و هم کارای رسانه ما هم تعدادی از منتوبین پلیس به شهادت میرسه. ولسمشتی مانی هم د برید غندنه کړي او وایي چې د پیښې څېړنه پیل شوې ده. د ټولو افغانستان په کچه باندې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره ټولو امنیتي چارواکو ته سپارښتنې کړي. پر دې باندې وروسته بحث کوو چې په کوم ځای کې کوم ډول اړین اقدامات په کار دي. تیرو څو باندې لسو کلونو کې نوي زیات افغان خبریالان وژل شوي دي. خو د خبریالانو امنیت ساتنه هغه مسئله ده چې تل پرې نیوکه کیږي. شما بیننده برنامه نگرش هستین و ما وارث حسرت در خدمت شما. مهمانان من در بس آقای صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه و آقای جعفر راستین مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، بسیار خوش آمدین. تاسو ډیر ښه راغلی، بسیار خوش آمدین. از شما آغاز میکنیم. یک زدن و کشتن زنجیری از قندهار از ارغند آغاز میشه، باز در کابل به 9 نفر و چند نفر زخمی میرسه و همزمان عصر همان روز احمد شاه از خبرنگار بی بی سی کشته میشه. دقیقا چی وضعیت است؟ با عرض سلام خدمت شما، جناب آقای فیصل، جناب آقای راستین و بیننده محترم تلویزیون آریانا نیوز. قبل از اینکه پاسخ این سوال بپردازم میخواستم که چند وضاحت را ارائه کنم. یکی این که شب گذشته تنها کمیته مسئولیت نه، فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای با کمیته مشترک رسانه و حکومت تشکیل جلسه اضطراری داد که این جلسه را آقای اتمر ریاست میکرد. در او جلسه جمعاً از آدرس همه نهادهای رسانه‌ای پیشنهادات مشخص به خاطر تأمین امنیت و همچنان حمایت از خانواده شهدا، مداوای مجروحان و همچنان بررسی حملات اینچنینی علیه رسانه و خبرنگاران به جانب حکومت ارائه شد که حکومت تمام این موارد را ظاهراً پذیرفت و کار را حکومت تعهد سپرد که روی این موارد آغاز میکنند. اما آنچه که مهم است این که شما با شهادت آقای ارغند از قندهار و حادثه که در کابل اتفاق افتاد، یک حادثه خونبار تروریستی و همچنان حمله مردان مسلح به آقای احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست، به نحوی از آنها یک رابطه ارگانیک وجود دارد. این رابطه ارگانیک بیشتر به دلیلی هست به باور ما که خبرنگاران و رسانه ها در یک وضعیت بسیار ناگوار امنیتی قرار بگیرند که از دادن معلومات و ارائه معلومات، چرخش آزاد معلومات برای مردم افغانستان خودداری کنند.
یعنی با شهادت همکارانشان فضای خودسانسوری در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای افغانستان به وجود بیاید تا بازارش های پراکنی گروه های تروریستی آلا طالب یا داعش و هر گروه دیگری که مسئولیت این گونه جنایات را به دوش دارند بیشتر مساعد شود. اما از نظر کیفی هم تاکید ما بر این است که گروه های تروریستی اصلا چیزی را به نام آزادی بیان، آزادی رسانه ها و حقوق بشری، حقوق زن را به رسمیت نمیشناسند. لحاظا حضور رسانه های آزاد نه به نفع از اونا است، نه مطابق اندیشه و ایدئولوژیشان است. به همین خاطر حملات علیه رسانه ها و خبرنگاران در این اواخر شدت بیشتر کسب کرده، برخلاف همه این سالهای گذشته. شما میبینید که ظرف چند روز، در کمتر از چند روز، ما شاهد از دست دادن 11 خبرنگار در افغانستان هستیم، چیزی که از سال 2001 تا سال 2012 به صورت اوسط فقط خبرنگاران در افغانستان سالانه 3 قربانی میدادن و تنها در چند روز محدود این رقم یک رقم بسیار درشت است. ما امیدوار هستم که تا پایان امسال این رقم درشت افزایش پیدا نکنه و همکاران ما با حمایت جدی حکومت از حملات وحشیانه گروه های تروریستی مسئول باقی بمانه. ببینید، ما زیر چتر یک حکومتی که دقیقا عنوان و تایتلش حکومت دموکرات است و حکومتی که برای مردم آمده، حکومت وحدت ملی، خب حکومت ها مکلف هستند که ادبای خود امنیتش را بگیرند. شما دقیقا حادثه را میبینین، این حادثه یک نوع آماده شدن است که عملی اول شود. در این نقطه باز وقتی که خبرنگارا میان، دقیقا بالای خبرنگارا چنین صورت بگیره. حال جوابگوی همچه وضعیت کیست؟ ما خب توقع نمیره از مخالفین حکومت و یا هم از تروریست‌ها. شما متاسفانه در حمله که اتفاق افتاد و جان نو خبرنگار جوان را در کابل گرفت، مشخصا همه متوجه این امر می شوند که حمله طراحی شده، سازماندهی شده، علیه خبرنگاران و گزارشگران انجام شده. یعنی اینکه فرد انتحاری دوم منتظر تجمع خبرنگاران به محل حادثه بوده و بلافاصله خودش را در بین خبرنگاران رسانده و منفجر کرده، برخلاف آنچه که پلیس ادعا می کند. همکاران ما شهود عینی میگن که هیچ گونه محل انسداد مشخص و جایگاه مشخص برای خبرنگاران از سوی پلیس ایجاد نشده بود و خبرنگاران راهنمایی نشد به یک محل خاص. فاصله خبرنگاران و افرادی که در رفت آمد بودن، افراد ملکی، غیر نظامی و افراد عادی، بسیار نزدیک چی که با هم بود. شما وقتی که فرد انتحاری خود را منفجر میکنه، در کنار خبرنگاران شهید و زخمی زنان و کودکان را هم مشاهده میکنید. معنیش این است که چیزی به نام انسداد و محل خاص بر خبرنگاران وجود نداشت. و از جانب دیگه، چون داخل کوچه که عملی اول صورت گرفته بود و خبرنگاران اجازه داده نشد که نزدیک شوند، چون محل حادثه نزدیک بود، فرد دوم انتحاری بسیار به سادگی اهدافش را مشخص کرد و جان خبرنگاران را گرفت. مسئولیت عدم تامین امنیت بسیار به صورت واضح و روشن به دوش حکومت افغانستان است. حکومتی که ادعا میکند مردم سالار است، حکومتی که ادعا میکند بیرون شده از یک انتخابات است، حکومتی که متعهد است به اجرای قوانین در افغانستان. ارگان های کشفی افغانستان و همچنان نهادهایی که مسئول کشف و پیگرد افراد مظنون هستند، متاسفانه نه تنها در این واقع، در بسیاری از واقعات دیگری مانند حمله بر مرکز ثبت نام رای دهندگان و حمله بر مسجد امام زمان و سایر حملات تروریستی که در محلات عامه صورت گرفت، نشان دادند که متاسفانه کارایی لازم را بر خونسای این گونه حملات ندارند. حالا خونسا یک طرف بحث است، بحث دیگر می است که واقعات به صورت متواتر تکرار می شود. یعنی کیس استدی برنامه‌ای که به خاطر تجربه که از یک حمله گذشته گرفته شده باشه، متاسفانه این تدابیر هم وجود نداره. این چندین بار است، مثلا حمله اول صورت میگیره با تجمع افراد ملکی یا نیروهای امنیتی، فرد انتحاری دوم خود را منفجر میسازه و این بار مشخصا در تجمع خبرنگاران خود را منفجر ساخت.
به این خاطر باور ما این است که دکترین نظامی و امنیتی افغانستان یک بار دیگه باید مرور شود و با همکاری جامعه جهانی و سازمان‌های استخباراتی کشورهای کمک کننده به افغانستان راهکارهای مشخصی باید طرح‌ریزی شود، برنامه‌ها و پلان‌هایی باشد که حداقل این گونه حملات را کاهش ببخشد. دو تا سوال است آقای توحیدی. حکومت افغانستان نتانسته که جلوگیری بکنه یا حکومت افغانستان عمدن دست داره در بسیاری قضایا؟ من فکر میکنم یک حکومت مسئول هیچگاه همراهی با دشمنان خودش نمیکنه. طبیعی است که شما میبینین هر حمله انتحاری که میشه دشمن اصلی که گروه تروریستی است فراموش مردم میشه، چون مسئول حکومت است. تمام انتقادها نسبت به حکومت شدت بیشتر کسب میکنه. شاید افراد و ایادی نفوذی در داخل دستگاه حکومت باشه، همکاری بکنند با گروه های تروریستی، در این شک نیست. امکان هر گونه اقدامات خرابکارانه از جانب گروه های تروریستی می رود. اما یک حکومتی که خودش را مسئول امنیت می داند و در صدد از این است که جامعه جهانی را توجهش را جلب بکنه به حمایت از این حکومت، انتخابات هم پیش رو داره، با کشتن خبرنگاران حکومت چی را به دست میاره جز بدنامی بیشتر و گراف نارضایتی مردم افزایش پیدا میکنه. برخلاف باور من این است که گروه های تروریستی به اهداف نرم مانند خبرنگاران به همین دلیل عمله میکنند تا نفرت و انزجار مردم نسبت به حکومت بیشتر شود. در این شک نیست که حکومت از تامین امنیت عاجز است. نه تنها در این مورد، ده ها مورد دیگر در سرتاسر افغانستان اتفاق افتاده که ارگان های امنیتی ما متاسفانه کارایی لازم را برای خونسا و کشف چنین واقعات نداشتند و از این سبب هست که شما هر حمله که صورت میگیره میزان تلفات ملکی افزایش پیدا میکنه و عده زیادی از مردم بیگناه شهید میشن. حکومت مستلزم اقدامات لازم و جدی در چنین موارده. هیچگاهی هیچ مسئول امنیتی به خاطر شهادت مردم از وظیفش کنار نمیره. برکنار که نمیشه خودشان هم استعفا نمیتن. هیچگاه دوباره برنامه ها و پلان های امنیتی مورد بررسی جدی قرار نمیگیره تا مردم شاید یک تغییر در پلان های امنیتی و تامین امنیت و مسئولیت مردم به ویژه یا خبرنگاران باشن. به همین دلیل ما تقاضا کردیم که پلان ها دوباره بررسی شود، حداقل در زمینه تامین امنیت خبرنگارا و تدابیر جدی اتخاذ شود تا ما شاهد تکرار واقعات خونبار اینچنینی نباشیم. تشکر آقای توحیدی، برمیگردیم به شما. آقای فیصل صاحب، دقیقا خلق او خبریالان، رپورتران او دی ژورنالیستان و دی حمایه ټولنه حکومت گرم بولی په دې کار کې څو کاله کیږي چې پرله پسې پر خبریالانو حملی دی او حکومت اغه خبرګون او اغه عکس العمل چې باید وخی نه دی خودلې. ډېره مننه تاسو ته توحید صاحب او راستین صاحب ټول لیدونکو ته سلامونه. اجازه راکړئ چې یو ځل بیا د پرونی پیښې د ټولو قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وکړم او شهیدانو ته فردوس جنت غواړم. له بده مرغه څخه یوه ډېره بده ورځ وه او دوې ډېرې بدې پیښې وې چې موږ درلودلې. یوه درېیمه پیښه چې په خوست کې همو په ټوله کې د دولت مسؤلیت دی یا د حکومت مشخصا مسؤلیت دی چې د دې خاورې د ټولو افرادو هغه چې په هر ځای کې ژوند کوي د سر او مال ساتنه وکړي او دا د خلکو اساسي حق هم دی، هغوی چې کله حکومت راکوي د دې لپاره چې تر نور هر څه وړاندې امنیت تامین وي. ولې موږ له بده مرغه چې په امنیتي برخه کې څه ناڅه ستونزې لرو، هم په داخل کې موږ ستونزې لرو، د افغانستان امنیت هم په داخل کې ستونزې لري او هم په دا باندې کې ځینې اواد چې هغه د افغانستان امنیت تامین کې مرسته کولی شي. په داخل کې موږ کارونه هم ورته پیل کړي دي، مثلا د اصلاحاتو یوه جامع پروسه پیل شوې ده. موږ د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او پر زیاتوالي باندې کار کړی دی. مثلا که تاسې نن افغان ځواکونه د درې کاله پخوا افغان ځواکونو سره مقایسه کړئ، یو ډېر لوی تغییر پکې راغلی دی. مشخصا زموږ هوایي قواوې تر پخوا ښه سوي دي او که چیرې بیا تاسې د مخالفینو تلفاتو ته هم وګورئ، د مخالفینو تلفات تر پخوا په پرتله څو چنده زیات سوي دي. ما مخکې بل ځای هم اشاره وکړل چې موږ په تیرو اتو ورځو کې، ما پرون سهار د وزارت داخلې خبر کتئ، په تیرو اتو ورځو کې اضافه تر څلور سوه تروریستان د افغان ځواکونو په یو سلو دریو چارنیزو عملیاتو کې وژل سوي دي. بینان دا یې بیل بحثي، ولې لا هم دلته ضرورت دی چې موږ کار وکړو. هغه پلان چې د امنیت د تامین لپاره او په امنیتي قواوو کې د سمون لپاره جوړ سوی دی هغه باید مکمل تطبیق سي.
که دا ټول کار همش په داخلي کې دلته وکړو، بیا هم شاید زموږ د امنیت ستونزه حساسي حل نه سي، ځکه چې بهرني ابعاد ډېر مهم دی. ماشي مخکې اشاره وکړه چې موږ په یوه اونۍ کې تر اضافه تر 3 ساعتو روسستان وژنو، همدومره د پاکستان په مدارسو کې نه روزل کېږي او افغانستان ته راستول کېږي، مختلف نومونه هغوی ته ورکول کېږي، د هغوی ملاتړ کېږي. مهمه ده چې په هغه برخه کې هم کار وسي، په هغه برخه کې فیصل صاحب وبخښئ، انزور پر شیخي د ملي یووالي حکومت له پایل نه تر اوسه پورې وضعیت ډېر ښه نه ده، وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې حتی ولایتونه له لاسه ځي. همداوس د بدخشان څو ولسوالۍ سقوط ده، نو په خبریالانو باندې ورځ تر بلې ساحه د رسنیزو فعالیتونو لپاره تنګیږي. دقیقا حکومت په دې کې څه کار کړی، کوم کارونه ترسره کړي؟ ما مخکې لکه چې اشاره مې وکړله ورته، افغان ځواکونه نن تر پخوا په ښه حالت کې دی، دا یو واقعیت دی که نه. نن د تروریستانو پر ملاتړو باندې تر پخوا فشارونه ډېر سوي دي، او دا یو واقعیت دی او یو حقیقت دی، موږ د دې څخه سترګې نسو پټولی. پخوا ډېرې ساحې مشخصا یو کال وړاندې که تاسې ورته وګورئ، د مخالفینو په لاس کې وې. کندوز دوه کاله پرله پسې په مشخصو تاریخونو باندې سقوط وکړي، او پلان دا و چې کله چې بهرنیان له افغانستان څخه وځي باید افغانستان مکمل او که نه یې ډېره برخه ولایتونه یې سقوط وکړي. تر 2014 کال وړاندې مستقل عملیات یا د افغان ځواکونو په رهبرۍ باندې مستقل عملیات تاسې یا هیڅ نه لیدلي یا به مو ډېر کم شاید لیدلي وي. تر هغه وروسته ټول زموږ په رهبرۍ دي او زموږ په مالکیت باندې دي او مستقل دي. دا هغه تغییرات چې راغلي دي چې موږ کار پر کړی دي، او ما درته وویل چې د وسلوال مخالفینو تلفات تر پخوا ډېر زیات سوي دي. یعنې تاسو وایئ چې په دغه مخالفینو باندې فشار د دې لامل شوی چې دلته په ملکي خلکو او پر خبریالانو فشار زیات شي؟ کله چې د تروریستانو پر ملاتړو باندې مشخصا فشار زیاتېږي، کله چې موږ سم لوري ته حرکت کوو، کله چې موږ د خپلو اهدافو خواته ځو، په دا وخت کې طبیعي ده چې مشکلات هم ورسره زیاتېږي. پر یوه شي باندې باور ولرئ چې د افغانستان خلک، د افغانستان امنیتي ځواکونه ټول هغوی نن د تروریستانو پر ضد باندې یو سوي دي، او دا د دې باعث کېږي چې بالاخره موږ سره له دې چې قرباني ورکوو، سره له دې چې ستونزې لرو، تهدیدونه هم شته، بالاخره دا هڅې نتیجه ورکوي، او موږ چې د حق پر لارې پر باطل باندې غالبه کېږو او بالاخره پرمختګ کوو، مخته پسې ځو. اما لا هم دا یو پروسه ده چې په هغه کې باید کار وسي. مشخصا د خبریالانو امنیت ته دولت لومړیتوب ورکړی دی. توحیدی صاحب دلته ناست دی، هغه مشترکه کمیټه چې موږ یې لرو په هغه کې دوی هم دی، د فدراسیون په نمایندګۍ باندې دا کمیټه خپله، او د دې کمیټې کار د رسنیو لپاره، د مطبوعاتي فعالیت لپاره، د سیمې او نړۍ په کچه باندې بېساره دی. تاسې په هېڅ ځای کې نسئ پیدا کولی شئ. تاسې په ګرین زون کې د غزای چې چاودنه شوی، دا ګرین زون ده، یعنی ډېر خوندي ځای، یعنی په ټول د کابل ښار کې دا یو خوندي ځای ده. نو دلته چاودنه کېږي، یو چاودنه کېږي، بل سیمه نه کلا بنده کېږي، پس له هغې نه دویمه چاودنه کېږي، او هلته ډېری خبریالان له منځه ځي او ټپیان کېږي. تاسې وګورئ، چاودنه چې لومړۍ سوې ده، دوهمه چاودنه د سړک پر دا بله غاړه باندې چې بله جاده ده، د هغې څخه خواته د وزارت سر په طرف کې دلته سوې ده. خو چې په هر ځای کې اوسي، ګرین زون نه، د افغانستان په یوه لیرې نقطه کې فرض کړه، د بدخشان په یوه لیرې ولسوالۍ کې، په یو ځای کې هم حمله کېږي، هغه هم دولت مسؤلیت دی چې مخنیوی یې وکړي. ګرین زون یې بیخي لیرې به یې پرېږدو، دولت مسؤلیت دی چې د هغه مخنیوی وکړي. په امنیتي برخه کې ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ ستونزې لرو، او دلایل مې هم وویله چې ولې په کومو برخو کې په داخل کې کوم کارونه دي چې موږ یې باید وکړو، او په کوم برخو کې کار سوی دی، په خارج کې کوم کارونه دي چې باید وسي، او څه ډول دا پروسه مخته تللې ده. یعنی موږ په دې پوهېږو چې په هر ځای کې چې وي، امنیت باید تامین سي، دولت مسؤلیت دی. ولې دې لپاره چې موږ دغه اساسي هدف، او دغه زموږ لومړنی هدف په لاس راوړو، مهمه ده چې په داخلي کې هغه کارونه چې اوس روان دي هغه هم پای ته ورسېږي، او په خارج کې چې کوم کارونه ضرورت دي، څومره چې پرمختګ سوی دي، هغه پرمختګ پسې تعقیب سي، او موږ هغه موخې ترلاسه کړو. ولې دغه پېښه مشخصا باید نوره هم بررسي سي، نوره هم وکتل سي. طبیعي ده چې په یو ځای کې به حتما ستونزه وه، کار باندې شروع ده،
وهو پر هغه باندې کار پیل شوی دی. تخنیکی ټیمونه بخته دي د پلټن ټیمونه کار پر کوي. دا حمله دغه تیر حمله مشخصا په خپل ځان کې به ساري وي نه هیڅ وخت تر دې مخکې موږ داسې حمله شاهد نه و چې ترورستان دي مشخصا د رسنیو ګروپ چې ویني کمرې ورسره دي د رسنیو استازي د هغوی په نښه کې ځکه چې افغان رسنیو دلته همیشه په بې پرې توګه سره او د خپل مسلک د قوانینو مطابق کار کړی دی. هغوی مختلف دي، هغوی نه د دولت طرف نیولې دي نه د بل چا طرف نیولې دي. پینان هیڅوک د تصور نسی کولی چې ترورستان دي داسې ویلي، چون ترورستان هیڅ قانون هیڅ اصول او ارزښتونو ته احترام نه لري، هغوی پر هغو باندې باور نه لري. له دې خاطر څخه یې دا حمله وکړله. یوه مسله په ډاګه شوه چې ترورستان د افغانانو د ذهنیت په ویښولو کې د رسنیو د بارز ونډې څخه ویره لري. هغوی له دې خاطر څخه د خلکو دغه غږ مشخصا د هغو خلکو غږ چې خپل غږ نه لري غواړي خاموشه کړي. ولې یو مثبته نقطه دا وه چې او د افتخار نقطه دا وه چې پرون کله چې ترورستانو حمله وکړل، تر حملې څو ساعته وروسته، درې څلور ساعته وروسته، د ټولو رسنیو استازي په یوه غږ باندې راغلل، پر هماغه ځای باندې چې د شهید سوي همکارانو وینې لا هم پرتې وې ودرېدل، او بیا ترورستانو ته پیغام ورکړ چې موږ تسلیمېږو، موږ خپل کار کوو. دا د افغان ملت د دې خاورې د خلکو د قوت د هغوی د راتلونکي لپاره د یوې بهترې آیندې لپاره د یو ښه زیرې ټکی دی چې موږ درته مننه فیصل صاحب بیرته راګرو. سلام آقای راستین، وزارت اطلاعات فرهنگ، خب ما وقتی که صحبت میکنیم میگیم مرجع ما در حکومت افغانستان وزارت اطلاعات فرهنگ است، ولی به باور خبرنگارایی است که هیچ پالیسی امنیتی به خاطر حفاظت جان خبرنگارا در این وزارت موجود نیست و حتی امو اعلامی خود هم به نشر نسپردن که مردم خبر میشد و حضور کمرنگ وزارت اطلاعات فرهنگ در رسانه ها یک نوع دلسردی را بین رسانه ها و بین وزارت اطلاعات فرهنگ ایجاد کرده. به نام خدا، با عرض سلام به جناب شما و همراهان بحث، جناب توحیدی صاحب و جناب فیصل صاحب و همه بینندگان خوبی برنامه شما. روز گذشته خانواده مطبوعات افغانستان متاسفانه شاهد یکی از غمناکترین روزها بود و ما همه ما برگلیم اعضا نشستیم و شاهد مرگ یک شماری از همکاران بسیار متعهد و رسالتمند خانواده مطبوعات افغانستان بودیم. اجازه بدین با استفاده از فرصت به روح شهدای حادثه اخیر و همه شهدای راه آزادی درود بفرستم. در قسمت ای که وزارت اطلاعات و فرهنگ مشخصا در تامین امنیت و تامین مسئولیت جانی خبرنگارا این ماموریت رسمی چیکار خواهی انجام داده، شما بهتر در جریان هستین که در بحث‌های قبلی با جناب شما و در امین میز با رسانه محترم شما بارها مطرح شد که ما از مدتی به ایسو روی رهنمودی کار میکنیم که او رهنمود در واقع مشخصا در مورد چگونگی پوشش رویدادهای تروریستی و در محور ازی طراحی شد و خوشبختانه این نهایی شد. نهادهای مدافع حقوق خبرنگارا و نهادهای سکتورهای امنیتی افغانستان، همه ما تمام راهکارهای تکنیکی را که لازم بود روی کاغذ ریختیم و به خاطر نهایی شدن ازی ارائه کردیم میره به مدیران ارشد رسانه ها که و همچنان خبرنگارانی که عملا از ساحه جنگ گزارشگری میکنن و خبرنگاران تحقیقی که تجربه های فراوان را از ساحه گزارشگری از ساحه دارن، در واقع امرایشان شریک کردیم و ای با اختلاف دیدگاه هنوز هم نهایی نشده و میخواهیم میره عرض بکنم که وزارت اطلاعات فرهنگ پیش از این حمله در واقع این نگرانی را ما همه ما در هماهنگی با نهادهای صنفی داشتیم که بهتر است که کمربندها تعریف شود. اما قسمی که در گزارش شما آقای دانش سخنگوی محترم وزارت داخله عرض کرد، جناب توحیدی سوی پیشتر از کمربند یاد کردن، در این رهنمود کمربندها مشخص شده به لحاظ امنیتی از انسداد ترافیکی تا کمربند آخر که پلیس محل در واقع احاطه میکند در مواقع اضطراری. خبرنگارا چی مکلفیت هایی را باید داشته باشند، چگونه هم ما بتانیم میکانیزمی را تعریف بکنیم و راهکار را تعریف بکنیم که مانع بازتاب حقایق نشیم، مانع پوشش رسانه‌ای نشیم. وجود نداره به این معنا
معنایش این است که فقط برای کاغذ است، چیزی وجود نداره و هیچ کار صورت نگرفته. من میگم که شما از ساحات جنگی میگین، من هدفم سر ساحات جنگی نیست، من سر عالی‌ترین و خوبترین نقطه کابل، گرینزون کابل که جایی که مسئولین ترین جای است، این طرفشان مکریانا است و در نزدیک امنیت است و ریاست های ما هم دقیقاً در مورد گپ میزنم که حادثه اتفاق افتیده و ما هم راهنمودی پوشش رویدادهای تروریستی را روی صحبت میکنیم. اگر شما اجازه بدین که ما میخواهیم که فرصتی که پیش آمده، یک بحثی است که داشتن یک راهنمود جامع که هم جانب برخورد و مکلفیت های جانب نظامیان که اونجا به خاطر تامین امنیت ماموریت دارن او را مشخص کنند، هم رفتار حرفه‌ای خبرنگارا را به نحو بدونی که صدمه بزنه، بدون از اینکه حق دسترسی به اطلاعات و حق پوشش رویدادها را و بازتاب حقایق صدمه بزنه، خبرنگارا را رفتارشان را تعریف بکنه که در واقع در کدام موقع قرار بگیرن که بتونن ما بتونیم در واقع تدبیری را به خاطر کاهش تهدید جسمی علیه خبرنگارا داشته باشیم و در این زمان مسئولیت ادیا را بالا بریم. پس بنابراین وقتی ما عرض میکنم که ما روی رهنمود از ماها به این طرف کار میکنیم و عملا روز پیش ما در نبود یک رهنمود شاهد یک حادثه بسیار اندوهبار بودیم، این نشانگر از است که یک داشتن یک رهنمود، همون قسمی که جناب شما تاکید میکنین، ما هم به این عقیده رسیدیم که به این باور رسیدیم که داشتن یک راهنمود به نفع و صلاح جامعه خبرنگاری افغانستان است. این راهنمود یک راهنمود امنیتی است یا راهنمود برای خبرنگارا؟ هم اونجا خب مشکل راهنمود امنیتی بود، نه راهنمود خبرنگار. خبرنگار با تمام راهنمودها آمده. یک بود قضیه ممکن است در این غفلت های وظیفه‌ای یا کمکاری ها و ناگزیری هایی که باعث شده که چنین حادثه اتفاق بیفته، من قسمی که جناب فیصل صاحب صحبت کرد، اجازه بدین که این کمیته موظف ای خلا را دریافت بکنه و او را همگانی بکنه که ما هم در جریان قرار بگیریم که کیها ای چطور نفوذ کرد و یادشا چگونه شکلی. ولی ای ما مشخصا وقتی در مورد یک راهنمود صحبت میکنیم، ما میخواهیم که آینده کار خبرنگاری را به نحوی به شکل جامع، هم اما قسم پیشتر گفتم با یک روحی دموکراتیک حمایت شد و حق دسترسی به اطلاعات و حق آزادی فعالیت رسانه ها به نحوی صدمه نبینه، و هم در این زمان رفتار خبرنگارا به خاطر تامین امنیت جسمی خودشان ما این نگرانی پیش ما مطرح است کاهش پیدا کنه. یک بحث ای است. پس بنابراین بعد از رویداد دیروز، یکی از مباحثی که بسیار حاد است و ما روی ازی بیش از پیش تاکید میکنیم، نهایی شدن نسخه موجود با هر تعدیلات را که جانب رسانه های خصوصی و آزاد در افغانستان خودشان قناعت دارن و فکر میکنن که به نفع و صلاح کاری تروریستی در افغانستان را طرفدار عزیزی بگینیایی شود. مسئله دوم، بعد از این حادثه بدون شک همه شهروندان افغانستان عزادار هستند و همه مایه دریغ و افسوس فراوان برای همه جامعه افغانستان، از جمله جانب حکومت، نهادهای صنفی، رسانه ها، خانواده های قربانیان، همه مردم، همه ما و شما در یک وضعیت قرار داریم که در واقع امی تهدید متوجه جان ما و خانواده ما و در واقع همکاران ما و سکتوری که ما به نحوی از اون نمایندگی میکنیم، این تهدید متوجه ما بود. میخواییم بگویم که با شکلگیری این حادثه بسیار همبار یک گفتمان نو شکلی برسه. ما امیدوار هستم در برایند گفتمان نو با رایزنی ها و صحبت هایی که با جامعه خبرنگاری افغانستان میشه، با کارشناسان حوزه رسانه‌ای میشه، همون قسمی که امروز ما صحبت میکنیم در مورد، در مجالس زیاد روی ازی صحبت میشه که بالاخره چی میکانیزم راهکاری، چی طرز العملی، چی قواعدی باید تعریف شوه از نو که ما بتونیم ادعا کنیم. بله بله، قبل از راهنمود همیشه راهنمودایی که ساخته میشه قربانی میگیره. البته ما امیدواری خبرنگارا، شخص ما و شخص نهادهایی است که شما و جناب فیصل صاحب، حکومتی که توقع و طمع پیشان زیاد است که نباید خونهایی که تازه هستن خوش شوند و هر راهنمودی که ساخته میشه زیر مچتر ای باشه که ما بتانیم حق دسترسی به اطلاعات داشته باشیم. آقای راستین تشکر شما، تشکر آقای فیصل که شما از جمله کسایی هستین که حاضر میشین و بس به اطلاع رسانی، ولی متاسفانه بسیاری از سخنگوی های حکومت هستن که من نمیفهم که وزیر هستن یا وزیر سخنگو هستن،
حاضر نمیشن به بحث ها. و بارها ما شکایت خود با شما داشتیم، با آقای فیصل هم داشتیم. یک وقفه میگیریم. بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه دارید. بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین. آقای توحیدی، با این وضعیتی که روان هستیم، شما سال 2018 را چگونه یک سال میبینین برای خبرنگارا؟ و چند مسئله کلان کلان در روبروی خبرنگارا است. مسئله حق دسترسی به اطلاعات که با مشکلات زیاد روبرو هستیم، وضعیت امنیتی که خب حال دیگه معلوم شد که اگر در یک جای گوشه هم گیر کنه خبرنگار را میکشه، و وضعیت امو حقوق امتیازات خبرنگار که با مشکلات زیاد رو بروسن، و شما این خبرنگارا رو همش میشناسین و تعقیب کردین در این گزارش ها که چه زندگی های بد دارن و داشتن. متاسفانه ما در یک وضعیت بهتر از نظر امنیتی، مسئولیت فیزیکی و مسئولیت شغلی قرار نداریم. این جری شکی نیست. عدم کارایی لازم حکومت در تطبیق قوانین یکی از مشکلات جدی شما میدانین که مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی که قسمت اعظم از این متضمن حقوق و امتیازات خبرنگاران است تاکنون اجرایی نشده. معنیش این است که وزارت اطلاعات فرهنگ یا در کل حکومت از اجرای این مقرره عاجز است، از اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات عاجز است. از رسانه ها خواستن که شما کپی های قراردادهایتان رو بفرستین که بررسی شود در وزارت اطلاعات فرهنگ به عنوان وزارت سکتوری که آیا مطابق قانون کار و مقرره طرز تاسیس است یا نه. جز یک تلویزیون به گفته وزارت اطلاعات فرهنگ، دیگه هیچ رسانه این هیچ رادیو یا تلویزیون یا آژانس خبری یا روزنامه یا هیچ نهاد دیگه هم کپی قراردادهای خودشان را نفرستاده. این معنی است که حکومت از اجرای قانون، تطبیق قانون عاجز است. بحث دیگه می است که شما قانون حق دسترسی به اطلاعات خبر دارین که اولین قانونی بود که توسط رئیس حکومت وحدت ملی بعد از انتخابات اولین قانون بود که توشیح شد. از او 3 سال گذشت تقریبا یا بیشتر از 2 سال. خب بحث اساسی شد که موارد نیاز به تعدیل داشت، بار دومی تعدیل شد و پیشنهاد تعدیل هم حکومت بسیار به پیشانی باز پذیرفت و تا یک فرمان تقنینی قانون توشیح شد و در جریده رسمی چاپ خواهد شد. اما در گذشته هم قانون اول که به تصویب پارلمان رسیده بود هم حکومت در تطبیق قانون عاجز بود. جز ایجاد کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در وزارت اطلاعات فرهنگ و در برخی از ولایات و تقاضای مکرر از ارگان‌های حکومتی به خاطر معین کردن و تعیین مسئول اطلاع رسانی در نهادهای دولتی که کار بسیار بزرگی انجام نشد. حتی باور من این است که بسیاری از وزرای کابینه افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را نخوانده، چه رسه به این که والیان در ولایت دوردست از این قانون خبر باشند یا فرماندهان پلیس. این کمیسیون نظارت در دسترسی به اطلاعات با استفاده از کمک های سازمان های بین المللی ورکشاپ هایی را برگزار کرد، در حالی که حکومت افغانستان هیچ گونه اقدام مؤثر لازم در این زمینه نداشته. مثلا بسیاری از نهادهای مهم در حال حاضر هم مسئول اطلاع رسانی ندارند. شما مسئول اطلاع رسانی قوه قضاییه را کجا دارین؟ یا مثلا اداره امور که اداره بسیار نزدیک به رئیس جمهور است مسئول اطلاع رسانی ندارد. به این معنی است که این قانون تطبیقش یا جدی گرفته نمیشه یا هم حکومت از تطبیق قانون عاجز است. بحث امنیت از موارد بسیار جدی است. جدی به این معنی که ما مرز کردم پیشتر که بیشتر از 10 سال به صورت اوسط سالانه 3 خبرنگار از دست می دادیم، اما در سال گذشته بیش از 20 خبرنگار در افغانستان کشته شد، شهید شد و در چند روز محدود ما 11 خبرنگار دیگر از دست دادیم که هنوز پایان سال بسیار دور است. به این معنی است که حکومت از تأمین امنیت خبرنگاران، از حفظ مسئولیت خبرنگاران عاجز است. حال برخی از همکاران ما حتی از نهادها انتقاد میکنند که چرا به صراحت همراه حکومت صحبت نمیشه، در حالی که ما میخواهیم با استفاده از این فرصت خدمت و همکاران ما که فکر میکنند فدراسیون خبرنگارا بحثای جدی با حکومت ندارد به عنوان شاید
آقای جاوید فیصل هست که ما تمام این موارد را با شخص رئیس جمهور، شورای امنیت ملی، رئیس اجراییه و کمیته مشترک تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور عمل میکنه صحبت کردیم. اتونیست که صحبت نشده، این تقاضا نشده، اما این که یا امکانات لازم در اختیار حکومت نیست یا از داشتن کادرهای مجرب متاسفانه آری هستند یا برنامه و پلان اساسی امنیتی گرفتن همیشه یا جلوگیری کردن از عملات تروریستی واقعا کار بسیار دشوار است که از توانایی حکومت افغانستان بیرون است. امنیت خبرنگاران جدا به خطر مواجه است و ما متاسفانه سال 2018 که ما در جریان هستیم یک سال، یا 1397 را یک سال خوب برای خبرنگاران نمیبینم، الا اینکه با تمام قوا حکومت افغانستان در تامین امنیت همه شهروندان به ویژه خبرنگاران و رسانه ها بپردازند. و کوتاه میخواهم عرض کنم که رهنمود را که آقای راستین گفت اصلا اون رهنمود به خاطر گزارش دهی از محلات از رویدادهای تروریستی بود که رویش ما کار کردیم، یعنی جمعاً کمیته مشترک هم فدراسیون هم جانب حکومت و وزارت اطلاعات فرهنگ و نیروهای امنیتی کار اساسی بود که آیا گزارش مستقیم، نشر مستقیم از حملات تروریستی صورت بگیره یا نه، به نفع است یا به ضرر مردم افغانستان است. خبرنگاران در کدام محل اینا تحت حراست پلیس قرار بگیرن که بتونن هم گزارش دهی کنن هم کمک با گروه های تروریستی از طریق رسانه ها صورت نگیره. این دیگه رهنمود گرینزون نیست، رهنمود گرینزون نبود، اما طرز العمل مسئولیت خبرنگاران که شامل تمام این موارد است، این طرز العمل تقریبا بیشتر از 1.5 سال پیش توسط شورای امنیت ملی افغانستان تصویب شده. قرار ما به این است، نه که اصرار کرده که این مقرره مبدل، این طرز العمل به مقرره تبدیل شود. روی طرح این مقرره کمیته مسئولیت خبرنگاران کار کرده، نسخه از این خدمت آقای سانچارکی و همچنان خدمت آقای دانش سپرده شده. ما امیدوار هستیم که در اون مقرره تمام این موارد شامل شوه، هم بحث ای که چگونه خبرنگاران تحت حراست جدی و حمایت پلیس و نیروهای امنیتی در چنین موارد قرار بگیره و هم مواردی که چگونه به امنیت خبرنگاران رسیدگی شوه و چگونه میشه که میزان تلفات خبرنگاران را کاهش بخشید. اما گروه های تروریستی هم باید بدانن، حالا طالب است، القاعده است، داعش است، هر گروه تروریستی که خبرنگاران را آماج قرار میدن باید بدانن که خبرنگاران گروه های بی‌طرف هستن که فقط به خاطر اطلاع رسانی به محل حادثات حاضر میشن. کشتن خبرنگاران نه امتیاز نظامی است، نه کدام دستاورد بزرگ به این گروه ها است. اگر از نظر اعتقادی قسمی که در اعماق اعلامیه داعش را من دیدم که نوشته بودند که آقای فلانیان امو فرد دومی انتحار کننده خبرنگاران مرتد را، رسانه های مرتد را مورد حمله قرار داد، من میخواستم برشان بگویم که حکم ارتداد یک حکم شرعی است، هر گروه جنگی حق صدور حکم نداره. حالا وقتی که ما را به عنوان مرتد میکشین باید بدانین که خودتان قبل از ما مرتد شدین، چون ما مسلمان هستیم، همه این افرادی که شهید شدن مسلمان بودن، مسلمان متعهد و ملتزم به دین بودن و شما به عنوان مرتد اینا را کشتین. کسی که انتحاری کرده خودش مرتد شده و کسی که دستور داده اونا هم بفهمه که یک امر غیر شرعی را مرتکب میشن و قتل است، جنایت است، وحشت است، کشتن خبرنگاران، حمله بر اهداف ملکی، جنایت علیه بشریت است. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم، اگر ایر قبول دارد خب معنیش این است که به تعمد و به عمد اگر مسلمانی را کسی میکشه جزایش جهنم است، خالدن فیها. خودشان میدانند کسایی که در بینشان اگر ملاست. حالا حمله به خبرنگاران حمله بر ساحت دین و آموزش های دینی است. کشتن خبرنگاران فعالیت آزاد رسانه را در افغانستان متوقف نمیکنه. ما پیوسته از سال 2005-2006 اگر بیاد داشته باشین از اجمل نقشبندی به ایست و پیوسته خبرنگاران تلفات دادن، قربانی دادن، حمله بر خود رسانه ها صورت گرفت، برخلاف آنچه بعضی از همکاران ما میگن که فقط خبرنگاران ساحر نیست، مثلا به رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار حمله شد، به کمپلکس انعکاس در جلال آباد حمله شد، شبکه رسانه ای انعکاس، همچنان حمله بر تلویزیون شمشاد صورت گرفت. معنیش این است که هم رسانه، هم خبرنگار، هم هر مسلمان دیگه مورد حمله قرار میگیره.
خصوصا با دادن تلفات که بیش از 80 نفر در بیشتر از 1.5 دهه ما تلفات داشتیم در افغانستان، کار اطلاع رسانی ادامه داره. تشکر. یک نسل نو از جوانان بسیار متعهد به ارزش‌های دینی و بشری وارد کار اطلاع رسانی شدند که با سلاح دانش امروزی مسلح هستند. اینا به کارشان ادامه خواهد دادن، فضای اطلاع رسانی که ماکان ادامه پیدا خواهد کرد. حالا ما از حکومت ما که انتقاد میکنیم در این شکی نیست که ضعف حکومت را ما تاکید میکنیم، اما اونا هم بدانن که انتقاد ما از حکومت به معنی تبلیغ از اونا نیست و به معنی دستاورد از اونا نیست. هر آدم بیگناه و غیر مسلح را هر کس میتونه از بین ببره، این دستاورد بزرگ نیست که داشته باشه. ممنونتون خاغره فیصل صاحب. تاسی وړاندیز پلان او د هلار د دې لپاره چې د رسنۍ زموږ لپاره ډېر زیات ارزښت لري، د هغوی کار ته موږ په ډېر مهم سره ګورو. واقعا د افغانستان لپاره د یو ارزښت په توګه مطرح دی. د رسنیو په امنیت او د هغوی د کاري ساحې امنیت لومړیتوب دی. تېر ماښام هم په دې ارتباط موږ د ګډې کمیټې عاجله غونډه ونیول چې دا مسایل خبرې پر وکړل. په د ملي امنیت په شورا کې چې غونډه وه، په هغې کې پر دې باندې خبرې وسوې چې څه ډول د رسنیو امنیت ونیول سي. یعنی د رسنیو کار او د دوی امنیت لومړیتوب دی د حکومت لپاره، او په همدې خاطر باندې کار کوي. کمیټه چې کومه موږ ایجاد کړې ده چې هغه د رسنیو سره ګډه کمیټه ده چې مخکې دوی هم اشاره ورته وکړل توحیدي صاحب، په دې کې د جمهوري ریاست دوهم مرستیال ریاست کوي. دا په ټوله دنیا کې یوه بېسارې کمیټه ده چې بل ځای نشته. او هغه کار چې دې کمیټې په تېر یوه کال کې تقریبا وکړي هغه بېسارې. موږ ټولې د تېرو کلونو دوسیې راواخیستې، هغه مو له سره څخه وڅېړلې. نوې کوم قضایاوې چې موږ لرو هغه څېړل کېږي. هغه چې په هره سطحه وي هغه ټولې باید وڅېړل سي. بینان کار چې دی هغه بېسارې دی. ولې د تروریستانو پرونی عمل څنګه چې توحیدي صاحب اشاره ورته وکړل، د بشریت پر ضد یو جرم و، او دا په ټوله کې یو جنګي جرم دی. ځکه چې په جنګي قوانینو کې هیڅ ملکي ادرس نشي په نښه کېدلی. بې طرفه ډلې باید چې وساتل سي، د هغوی څخه ساتنه وسي، هغوی باید په نښه نه سي. دا یو جرم و چې هغوی وکړلی د افغانستان د خلکو پر ضد باندې به مرتکب سول. مخکې چې کومه مسله یاده کړل چې دلته رسنۍ په بېطرفه توګه سره کار کوي، ولې تروریستان راځي هغوی په نښه کوي؟ په دې معنا ده چې تروریستان رسنۍ ته هم د یوه طرف په توګه ګوري، څنګه چې د افغانستان حکومت ته ګوري. او خوندیتوب ستاسو پلاس دی چې زموږ خوندیتوب تاسې باید ونیسئ، زموږ امنیت تاسې باید ونیسئ. بدون له شکه څخه، بدون له شکه، دا زموږ مسؤلیت دی. کله چې په لومړی ځل د تلو نیوز پر همکارانو، یا په شل کې د موبی پر همکارانو باندې چې حمله وسوه، موږ یو سلسله فعالیتونه درلودله چې له هغه څخه توحیدي صاحب آګاه دی. د شخصي د فردي امنیت د نیولو لپاره، همداراز د دفاتیرو د کاري ساحو د امنیت ساتلو لپاره موږ اقدامات کړي دي. په هره سطحه باندې هم عملته، په همغه برخه کې هم د باندې اقدامات موږ کړي دي چې دلته یادونه ضرور نه ده. دغه اقدامات سوي دي. ولې په ټوله کې یوه مسله ده، دغه پرونی برید څخه واضحه کیږي چې د افغانستان ملت په ټوله کې، هغه که اردو دی، که پولیس دی، که ملي امنیت دی، که د حکومت ملکي اراکین دی، که مطبوعات دی، که مدني ټولنې دی، که سیاسي غورځنګونه دي، فعالیتونه دي، ټول په یوه طرف کې دي، تروریستان په مقابله جبهه کې دي. بینان کله چې موږ په یوه جبهه کې دشمن د ټولو یو دشمن سو، مشترک دشمن سو، او دا دشمن د افغانستان پر ټوله ملت باندې بری نسي ترلاسه کولی، بری به زموږ یا هغوی نسي کولی چې په خپلو بوزدلانه بریدونو او تروریستي اعمالو سره موږ له خپل مقدس هدف څخه راشاته کي او موږ راوګرځو. ډېره مننه فیصل صاحب. خوراستین، خب چی خواهد شد آینده؟ به هر حال چیزی که شکل گرفته، اتفاقی که اتفاق افتاد نباید اتفاق می افتاد، ولی متاسفانه آنچه که ما شاهدش بودیم دیروز در پی خود یک وحدت نظری جمعی و قطعی را داشت. ما خوشبختانه حال در یک صف واحد، همون قسمی که در گذشته هم نهادهای مختلف در موضع واحد قرار داشت در برابر حراست از ساحت حوزه آزادی بیان و ارزش‌های دموکراتیک دیگری که به اساس قانون، به روایت یا به رهنمایی قانون اساسی افغانستان او را به رسمیت شناخته. ولی خبرنگارا توقع از وزارت اطلاعات و فرهنگ هم دارن که فعالتر شود. بدون شک این وحدت جمعی و این عزم راسخ و جدی که شکل گرفته، مشت کوبنده خواهد بود بر دهان
زبونترین دشمنانی که بی‌دفاع‌ترین قلمروها و بی‌دفاع‌ترین مواضع را در واقع مورد آمرز قرار میتن و او خبرنگارا هستند که می باید به عنوان نهادهای بی‌طرف اجازه فعالیت داده شوند که باید به امر گزارشگری و اطلاع دهی به شکل بی‌طرفانه بپردازند. و این نشانگر عزیز که تکرار حوادث هم از یک طرف نشانگر عزیز که حملات تروریستی که از آدرس نهادهای تبهکار صورت میگیرد در واقع در منافات با تمام موازین اخلاقی از جمله اخلاق جنگ هست که به او پابند نیست. در قسمتی که چی باید کرد و چی کارهای باید شود، من قسمی که پیشتر عرض کردم امیدوار هستم گفتمان نوی که شکل گرفته ای ادامه پیدا بکنه، بامی گرمی رسانه ها باید را حفظ کنند. و فردا هم ما در وزارت اطلاعات و فرهنگ به بهانه گرامی داشت از 30 می روز جهانی مطبوعات برنامه ای داریم که یک بخش آجندای ما را در واقع رایزنی و گفتگو و بحث روی ازی که ما یک راهکاری را بالاخره پیدا بکنیم که میزان تهدیدها پایین بیاید و شاهد کاهش موارد قتل خبرنگارا در افغانستان باشیم. و باز هم تاکید میکنم و مخزمی که جناب توحیدی صاحب اشاره کردن که هر ناگزیری که در سکتور امنیتی وجود دارد، اگر حوادثی که اتفاق میفته، خب به هر حال از نامش پیداست حادثه است، حادثه شکل میگیره در جوامع مختلف. وضعیت بد ناامنی در افغانستان به شکل عمومی باعث میشه که به نحو ما شاهد بسیار تشکر این موارد باشیم. اما این نشانگر از این نیست که نیروهای تبهکار و گروه هایی که در برابر مردم بی‌دفاع و مردم ملکی و عملات ضد بشری را مرتکب میشن، این نقطه قوت بر ازان است که نقطه ضعف و مایه شرمساری بر ازان است. سپاسگزارم. ممنون تحصیل هم یادان نقطه قوارم و مخیشون اشاره واسه مش پلوی سرنوالی که ویند در نوم جمشید رسولی دیگری رشت هم کرده از مش دوی سرم پیجنی پس سر محکمه که هم مرد مطبوعات مسئول داره چی شاغل یمان الله ایمان دی عمل تدیه و پیدر امور که هم دوستان استاد سو کسان کار که خود رئیس جمهوری موسادی ویان داری معاونین دو ویان دیان داری نو فقط برخی که دغل رو مطبوعاتی مسئولین که چیری ضرورت و که دایی سایی مرن آقوی یو نو از ریگی مورد سخنگوی لوی سرانوالی دقیقا در تمام موارد اکثرا حاضر است، اما در مورد مسئولین اطلاع رسانی در اداره امور مسئولین اطلاع رسانی سخنگون با تارانوز کسی معرفی نه. تشکر بسیار کوتاه دیگه وقت رو که جناب تویلی صاحب میگن مرجع اطلاع رسانی او یک مسئله جداتر باید باشه، ولی ما باید برای آگاهی و معلومات بیشتر بینندگان شما برنامه شما عرض بکنم که وزارت اطلاعات فرهنگ در این قسمت اقدامات بسیار خوبی انجام داده. ممنون تشکر. امیدوار هستم تا 18 ماه آینده بتونیم مراجع اطلاع رسانی را در جان سپاس. بیننده های عزیز برنامه این قدر بود، تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم رحیم می سپارم. ملا یارمدگار.